سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. ببخشید آقای دکتر، من اولی خیلی خوشحال شدم که بالاخره تونستم با شما صحبت کنم. بعد سوالم راجع به یه دختر 4 ساله دارم. حضرت آقای دکتر، این دختر من خیلی شیطونه. از 2 سالگی یه مقدار شیطنتاش، یعنی از بچگیش خب شیطون بود، ولی شیطنتاش روز به روز بیشتر شد. بعد خیلی لجبازه، اصلا حرف گوش نمی کنه و حقیقتا من با طبیعت این بچه دوچار مشکل شده. ببخشید من صداتون رو یه ذره نزدیک گوشی باشید و بلندتر صحبت کنید. ببینید بچه اولا قراره پر از حرکت و جنب و جوش باشه. من نمیدونم این لغت شیطون یعنی چی، ولی آقای دکتر کارهای خطرناک میکنه. یعنی این بچه اصلا ندرت رو زمینه، همش رو میزه، لب اوپن آشپزخونه کارهایی میکنه که حقیقتا من میترسم از این که مثلا دست و پاش بشکنه. خب ببینید بچه ها بین 2 تا 4 سالگی یه مقداری حالتهای پر انرژی بودن رو دارن، ولی میتونه یک بیش فعالیتی باشه، یعنی هایپر اکتیویتی باشه، میتونه حالتهای منیک و شیدایی باشه. حالا به سوال من لطفا دقت کنید. تو خانواده شما و همسرتون آدمی که در کودکی یا بزرگسالی این همه پر از جنب و جوش بوده رو داشتید؟ در کودکی بله آقای دکتر، هم خالش بوده، هم بچه‌هایی که از قوم پدرشون، یعنی بچه‌های عمه و عموش، همه همین حالت شیطنت رو داشتن. و الان در بزرگسالی هم اون حالت لجبازی و ناسازگاری با پدر و مادر رو دارن، هر دو تاشون بیشتر. حالا ناسازگاری با پدر و مادر، خب پدر و مادر میتونن خودشون هم، هیچ کس نمیتونه باشون سازگار. ببینید علائمی که دارید میگید یه مقدار بیش از مسئله تربیته، یعنی این بچه میتونه مشکلات بیش فعالیتی داشته باشه، هایپر اکتیو باشه، یعنی آسیب مغزه، یعنی این بچه به دلایل ارثی یا آسیب مغزی داره. دو، میتونه حالت شیدایی سرخوشی یا افسردگی باشه، یعنی حالت منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی یا دو قطبی در بچه‌ها با این حالاتی که شما میگید نزدیکه. نمیخوام بگم چنینه ولی احتمالش هست. بنابراین شما به موضوع اینگونه نگاه کنید که اگر من میامدم و به شما میگفتم که چشم به این بچه اشکال داره، گوشش و قلبش، شما این رو به عنوان یه بیمار میگرفتید. الانم باید به شما بگم بر اساس توضیحی که شما میدید، شما با یه بچه بیمار روبرو هستید، احتمالش اینه. بنابراین به عنوان بیمار نگاه کنید، نه به عنوان کسی که احتمالاً مثلا تربیتش اشکال داره یا با تنبیهش کرد. و به اینجاست که هرچی زودتر باید به یه روان پزشک نشونش بدید که خاطرتون آسوده بشه. باید رفتن با دوخه مشاور، من تاله در این موضوع مشورت کردم. خب مشاور اول وقتی من علائم اینو برش گفتم، همین تشخیص بیست‌سوالی رو داد و دارو برای ایشون داد، قطعه هالوپریدول برش تجویز کرد. و حقیقتش من هم خودم زیاد مایل به دادن دارو نبودم، همین که پدرش 100% خب مخالف بود تا اینکه دارو بخوره. نه صبر کنید. خب دیگه شما دیگه همه قواعد رو شکستید دیگه عزیز. مگر داستان دارو داستان عقیده است؟ شما میتونید نفس نکشید بگید شوهر من اعتقاد داره انسان نباید هوا بفرسته تو ریش، یا غذا نباید بخوره، یا نباید بخواب. آخه خب شما دوتا خود شما آدمای گرفتاری هستید. بسه دیگه عزیز، ما قرن 21 داستان موافقت و مخالفت با دارو نداره. شما اگر روان پزشک که متاسفانه حدس من درست بود تشخیص دادن که فرزند شما حالتهای منیک دیپرشن داره یا هایپر اکتیویتی داره، معلومه تو این سن با دارو داره. دارو بشنید خب از پا در میاد، درست مثل که بچه غذا ندید یا نذارید بخوابه یا آب بشنید خب میمیره. عقیدتی نیست این مسائل عزیز. یعنی ببخشید یه روزه این بچه خیلی بهتره، یه روزه این نه دقیقا، یعنی سر ناسازگاری و لجبازی یه روزه کمتر یه روزه بیشتر. بیشتر این موضوع برام سوال بود که آیا واقعا بچه‌ای هم که بیست سال هم ممکنه که مثلا یه روزایی بهتر باشن؟ نه. آیا این که بیست سالی درصد داره، کم و زیاد داره، یا این که نه همه یه صورتن؟ نه ببینید عزیز، شما ممکنه من بگید که شما این که الان دارید با من حرف میزنید میتونید این حرف زدن ادامه بدید تا 100 ساعت دیگه؟ نه. خب خوابتون میبره. انسان یه موجودیست که پایین و بالا میره، این نوع بیماری ها که یه دست و یک نواخ نیست. بنابراین فرزند من شما میتونه هایپر باشه، یه روزای کمتر یه روزای بیشتر، برای که این سیستم خودش مقدار مسائل داره، یا حالت شیدایی داشته باشه یا افسردگی. برای از خود اصلا قابل مقایسه با روز دیگه نیست. حتی آدم فکر کنه این بچه اون بچه دیروزی نیست.
بنابراین فرزند شما عزیز احتیاج به کمک حرفه‌ای داره قربونتون. شما دکتر میخواید و گوش به حرف دکتر باید برید و بر مبنای توصیه دکتر عمل بکنید. اصلا مسائل فردی و شخصیتون نیست. بچه‌ای که این حالات رو داره، افسردگی و شیدایی داره، هایپر اکتیویتی داره، ممکنه یه مقدار مسائل دیگری داشته باشه. اگر از حالا کنترلش نکنید، معالجش نکنید، بعدا اصلا از اوتش بر نمیاد. الان خودتون نگران حرف گوش گرفتن گوش نگرفتن که اصلا کسی حرف گوش کردن مثل من به شما، من شما یه نفر الان با ژاپنی مون حرف بزنه بعد بگی این دو نفر گوش فرق و نمیدونم مثلا نمیفهمی شما چی میگه اون چی داره میگه. نه بچه رو عزیز روانشناس بخواید، روانپزشک بخواید، دارو رو که اگر دادن باید مصرف کنید. اصلا تردید نکنید، من حتی یک آن تردید نمی کنم برای دارو. بعدا به شما دارو که بدید تفاوتش و تاثیرش رو میبینید. اگرم جنبه های خاصی داشت، مسائلی داشت، بلافاصله به دکترتون گزارش رو میدید. ولی اگر یه بچه‌ای رو از طریق دارو شما میتونید حالش رو خوب کنید و درست کنید، وقتی راه دیگه ای ندارید باید این کار کرد. و الا شما اعتماد به نفس رو منفی و بد میکنید، قربت نفس رو ازش میگیرید، احساس عدم امنیت پیش میرید، رو خشمگین و عصبانی و ناراحت و ناراضی میکنید، اصلا گرفتارتون میکنه. تو این سن الان دقیقا نقاید اصلا همینطوری، یعنی من خودم انقدر آسانه تحریکم اومده پایین و انقدر عصبی شدم بخاطر خودم و مسئول رفتاره بدش میدونم. خیلی نگران آینده شم و میگم یه دکتر دیگه که بعد از اون مسئول اول من رفتم پیشش تمام حرفای دکتر اول رو رد کرد، گفتش که نه این بچه بیشتر آن نیست، فقط خیلی باهوشه، نیاز داره به این که این انرژیش تخلیه بشه، نیاز داره به این که سرگرم بشه. شما نگران نباشید، این بچه به مرور زمان ممکنه خوب بشه. برای همین هم بود که من یه مقدار سب کنید. اولا صداتون یه ذره نامشخصه. به من بفرمایید نفر دوم روانپزشک بود یا نبود؟ ببینید نفر اول دکترای روانشناسی داشت و نفر دوم هم همینطور دکترای روانشناسی پالینی داشته. ازشون بخواید دوتایی با هم صحبت کنم. ما تو زندگی که تشخیص آخه علاوه همینجوری خوب میشه که آخه این حرف درستی نیست. بله. بله اگر این دوتا دکترای روانشناسی بالینی بودن کی بهش دوا داده دار؟ اینا که میتونن دارو بدن. نه گفت که میتونم معرفیت کنم به روانپزشک، ولی روانپزشک هم همین دارو رو بهت میده. میخوای خودم هم برات بنویسم؟ که خب من گفتم بنویس، بعدش هم میگم حقیقتش اصلا ندادم دارو رو بهت. این کاری که حق ندار کن آخه. نه ایشون که حق نداشتن دارو بدن وقتی روانپزشک نیستن. اونو که کار روانپزشک عزیز. ببین عزیز ماجرای آینده و سلامتی و بیماری اگر فیزیکی بود مرگ و زندگی فرزند تو اصلا دست کم نگیریدش. علاوه وقتی دو تا پزشک، دو تا روانشناس، دو تا روانپزشک با هم اشکال دارن بهشون اجازه بدید لطفا با هم صحبت کنید به یه نظری برسید. ما به دنبال واقعیتی، ما که بحث عقیده نداریم که این عقیدهشون اون عقیدهشونه، بحث واقعیته. و بنابراین شما قراره که وقتی که نظر متفاوتی میشنوید از هر دو بخواید با هم گفتگو کنید که خاطرتون آسوده باشه جوابی که میگیرید درسته. موضوع اصلی و اساسی تو پزشکی، ولی تو روانشناسی بیشتر از پزشکی تشخیص بیش از نیمی از درمانه. شما ابتدا باید کار تشخیص رو درست بکنید. اینه که حتما وادارید روانشناسا با هم صحبت کنن. اینکه یکی بگه این بیماری رو نداره که نمیشه عزیز. شما با حقیقتش فکر نمی‌کنم امکانش باشه که هر کدوم یه سر تهرانن و بعید می‌دونم بتونن با هم دیگه صحبت داشته باشن. ولی خب من صبر کنید. شما میرید به پول این خانم یا آقا رو میدید، میگید این ویزیت شماست، اونم ویزیت شماست، مثلا نیم ساعت با هم راجع به پسر من با هم صحبت کنید. یعنی چی؟ اون برای شهرشون تلفنی حرف میزنن، قرار نیست همدیگه رو ببینن. عزیز مسئله رو حل کنید. من که درباره تشخیص فرزندم من دارم شما میگم موضوع مرگ و زندگی بگیریدش. شما باید میگید این ورکه رو اون ورکه خوب باشن. من که نمیخوام اینا رو وادار کنم با هم آشنا بشن. من میرم پول هر دوتاشون رو میدم بهشون، میگم لطفا شما که این بچه من دیدید لطفا با آقای دکتر یا خانم دکتر فلان این گفتگو رو شوشید. من به هر دو پول میدم لطفا با هم صحبت کنید. نه یه جوابی من بدید قدم بعدی من چه است. من که این موضوع رو همینجوری راه نمیکنم عزیز. من اگر آمدم به شما گفتم نظرم این بود که فرزند پیش نفر سومی برم که روان پزشک باشه که ببینم فرزند تشخیص مطمئن‌تریه. سرکار خانم ما باید به تشخیص مطمئن برسیم نه مطمئن‌تر.